پادکست سیاسی روز در ایران آزادی، تحلیل مهمترین مسائل روز. به پادکست تفسیر سیاسی روز گوش می دهیم. جاه طلبی های پزشکیان مسیر نجات برای رژیم یا هزینه از جیب کشورهای منطقه؟ جاه طلبی های پزشکیان مقاله‌ای به قلم فارس خشان که در روزنامه النهار العربی لبنان درج شده است. فارس در مقدمه مقاله می نویسد: پزشکیان در تلاش برای دستیابی به رشد 8% برنامه جاه طلبانه را اعلام کرده است. او در 31 اوت اولین مصاحبه تلویزیونی خود را انجام داد و در آن بر لزوم دستیابی به رشد 8% و جذب 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی تأکید کرد که نیازمند گشایش به سوی خارج است. او به دنبال احیای سرمایه گذاری های خارجی است که آخرین بار در سال 2016 و پس از اجرای توافق هسته‌ای به ایران سرازیر شدند. پس از دولت ابراهیم رئیسی که ایران را به لبه پرتگاه برد، او به عنوان جانشین رئیسی و شخص مورد تایید، البته تحمیل به خامنه‌ای، مأموریت به اصطلاح نجات کشور را بر عهده گرفته است. او سعی دارد ایران را از بحران‌های مالی و اقتصادی خارج کند، اما چگونه به این امر محال دست خواهد یافت؟ نویسنده در این رابطه این گونه تحلیل میکند: نقشه راه اقتصادی و روابط بین المللی پزشکیان. فارس خشان معتقد است رئیس جمهور خامنه ای برای دستیابی به رشد اقتصادی به جذب 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد. این هدف مستلزم بهبود روابط با همسایگان و کاهش تنش‌های بین‌المللی است. در این مسیر نقش آمریکا و توافقات هسته‌ای نیز کلیدی است. پزشکیان در رویکرد متفاوت نسبت به گذشته تأکید کرده که ایران از ورود مستقیم به جنگ‌های منطقه‌ای خودداری کند. او از طریق گروه‌های نیابتی به ویژه در لبنان و فلسطین به دنبال ادامه این سیاست است تا هزینه های جنگ برای ایران کاهش یابد. با وجود چشم پوشی دولت آمریکا از برخی تحریم های مالی و تجاری، پیشبینی های بانک جهانی نشان می داد که جمهوری اسلامی ایران که از مشکلات مالی، اقتصادی، اجتماعی و معیشتی رنج برده و با سرعت به سوی جهنم در حرکت است. مشکل جاه طلبی های پزشکیان. فارس خشان در مورد مشکل جاه طلبی های پزشکیان می نویسد: مشکل جاه طلبی او این است که در حالی که به نظر می رسد منافع ایران را در اولویت قرار می دهد، منافع دیگر کشورها را قربانی می کند. لبنان نمونه بارز این موضوع است. لبنان بیش از ایران به حل بحران های مالی، اقتصادی، اجتماعی، معیشتی، سیاسی و دیپلماتیک نیاز دارد. کارشناسان اتفاق نظر دارند که تا زمانی که لبنان جنگی نیابتی برای ایران را ادامه می‌دهد، قادر به حل این بحران نیست. اگر حزب الله همچنان به حفظ جنگ مرزی ادامه دهد، بدون توجه به خطرات گسترش آن، فاجعه لبنان به زودی ابعاد فاجعه آمیزتری خواهد یافت. در این مرحله که رئیس جمهور خامنه‌ای با حمایت از جنگ‌های نیابتی تلاش می‌کند رضایت تندروها را جلب کند، آسیب‌های ناشی از طرح‌های او بر کشورهایی که تحت سلطه سپاه پاسداران هستند بسیار زیاد خواهد بود. توقف فعالیت‌های مخرب حکومت ایران. فارس در رابطه با فعالیت‌های مخرب حکومت ایران در منطقه می‌نویسد: با این حال کشورهایی که پزشکیان آنها را قربانی می‌کند می‌توانند با همکاری سیاسی و مدنی خسارات خود را کاهش دهند. دو هدف اصلی در این راستا وجود دارد: فشار داخلی برای توقف جنگ نیابتی و فشار خارجی برای مشروط کردن هر گونه همکاری بین‌المللی با ایران به توقف فعالیت‌های مخرب این کشور در منطقه. این نه تنها ممکن است بلکه ضروری است، وگرنه خطرات پزشکیان برای کشورهای تحت سلطه محور ایران بیشتر از خطرات تندروها خواهد بود.
او میخواهد با سرمایه‌گذاری در جبهه نیروهای نیابتی برای ایران منافع کسب کند و هزینه‌های سنگینی را از تجارت با ویرانه‌های چهار ملت و اجساد آنها به دست آورد.